سلام دوستان، به فاکس موویز خوش آمدید. امروز یک فیلم علمی تخیلی استرالیایی را از سال 2017 به نام The Other Life خلاصه میکنیم. لطفا ویدیو را لایک کنید و اگر کانال را سابسکرایب نکردید همین حالا سابسکرایب کنید. در صحنه اول فیلم خواهر و برادر آموری را میبینیم که لباسهای سیاه شنا پوشیدن. خواهر که رن نام دارد میخواهد برای شنا برود، اما برادرش جرد کمی مضطرب است چون از جزرومت میترسد. اما پس از کمی اصرار او به خواهرش در آب میپیوندد و آن دو وقت خوشی دارند. بعد صحنه با یک الگوی شفاف و در حال تغییر تبدیل میشود و نمایی از پنجره یک ساختمان را نشان میدهد. رن با جریانی از مایع سیاه که از چشمش میچکد بیدار میشود. او با ظروف پلاستیکی خالی قطره چشم روی زمین نشسته. رن محقق اصلی یک شرکت تکنولوژی است که او با کارآفرینی به نام سم تأسیس کرده. او با استفاده از تکنولوژی نانو ادر لایف را اختراع کرده، شکلی بیولوژیکی از واقعیت مجازی که میتواند خاطرات واقعی ایجاد کند. با استفاده از آن میتوان با محیطی کاملا متفاوت سفر کرد و با نهایت آزادی لذت برد. در حال حاضر این محصول با بازار عرضه نشده و رن در حال تست آن بر روی خودش است. او معمولا توسط همکارش بایرن فنبار نظارت میشود، اما بدون اینکه دیگران بدانند او مخفیانه محصول را روی برادرش که در کما است آزمایش میکند. در اینجا مشخص میشود که جرد به طور تصادفی هنگام شنا غرق شده. رن موفق شد او را نجات دهد، اما قبل از آن آسیب زیادی به مغز او وارد شده بود. از آن روز او خودش را به خاطر وضعیت برادرش سرزنش میکند. در صحنه بعدی رن با یک تیم مدیریت دارو جلسه دارد و یکی از مصاحبه کنندگان درباره دستاوردهای برجسته تحصیلی او که 4 سال پیش متوقف شد صحبت میکند. رن ادعا میکند که علت توقف تحصیل او تصادفی بود که برای برادرش رخ داد که تقریبا در آن غرق شد. پنل دی ادر لایف را یک تکنولوژی چالش برانگیز برای استفاده مردم میدانند، اما رن آن را به جای یک دارو نوعی نرم افزار بیولوژیکی توصیف میکند و توضیح میدهد که این تکنولوژی به فرد اجازه میدهد تا تجربیات جدیدی را برنامه‌ریزی کند که از نظر شیمیایی از واقعیت قابل تشخیص نیستند. مصاحبه کنندگان همچنین پدر رن را یادآوری میکنند که قبلا درباره خطرات احتمالی قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این تکنولوژی از جمله خطر تشنج و مرگ مغزی ابراز نگرانی کرده بود. رن وجود خطرات در عین استفاده از این تکنولوژی را تصدیق میکند، چون سوء استفاده از هر ماده‌ای حتی اگر یک سیب باشد میتواند خطرناک باشد. بعدن رن در حال آزمایش یک تجربه اسنوبورد است که در آن از یک کوه برفی بالا رفته و پایین میآید، اما برنامه به طور ناگهانی دچار یک مشکل فنی میشود که باعث میشود کل تجربه تکرار شود. رن پس از بیدار شدن متوجه میشود که 6 روز است که در دنیای دی ادر لایف قوطه‌ور شده بود. برخلاف برخورد با اشکالات فنی همچنان بر رفع آنها خوشبین است و معتقد است که در آینده ادر لایف محصولی محبوب در میان مردم خواهد بود. از سوی دیگر همکارش سم در حال ارائه مفهوم ادر لایف به سرمایه گذاران است و با آنها اطمینان میدهد که این محصول میتواند به عنوان یک تجربه واقعی آنی به بازار عرضه شود که میتواند برای روزها ادامه داشته باشد. بعد از جلسه سم و رن در مورد مسیر آینده شرکت با هم اختلاف دارند. رن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند و در این میان رابطه عاشقانه او با همکارش دنی به دلیل کمبود گذراندن وقت با هم دچار مشکل شده. در اواخر همان شب رن و بایرن با موفقیت خطا را در کد شناسایی میکنند و نسخه اصلاح شده را بدون هیچ مشکل دیگری آزمایش میکنند. به نظر میرسد که او 482 آزمایش را انجام داده که هر یک از آنها تقریبا 20 روز زندگی در ادر لایف است. چند روز بعد رن به بیمارستان برمیگردد تا یک بار دیگر ادر لایف را روی برادرش آزمایش کند و این بار چشمان جرد تکان میخورد و پرتوی از امید را به او میبخشد. متاسفانه وقتی موضوع را با دکتر در میان میگذارد، دکتر میگوید که این یک اتفاق رایج در بیمارانی است که در کما هستند. روز بعد رن به دیدار پدرش که استاد یک کالج است میرود. آنها درباره ادر لایف و پتانسیل آن برای کمک به جرد برای خروج از کما صحبت میکنند. رن اطمینان دارد که اشکالات در این تکنولوژی صرفا نتیجه کد بد است، اما پدرش مخالف است و چنین استدلال میکند که شرایط روانی انسانها مانند اضطراب و افسردگی نیز نوعی کد بد هستند. رن از پدرش ناراحت میشود و احساس میکند که برادرش را رها کرده و به او هشدار میدهد که جرد را بدون رضایت او از دستگاه بکشد. با این حال پدرش به او توجه نمیکند و میرود. سام و بایرن در حین کار متوجه میشوند که میزان نانیت های مورد استفاده بسیار بیشتر از آن چیزی است که رن گزارش کرده.
آنها از او میپرسند که چه نوع شبیه سازی را اجرا کرده، اما رن هیچ جزئیاتی را فاش نمیکند و میگوید که هنوز آزمایشی است. چند لحظه بعد سم و رن تنها هستند و سم جدیدترین ایده خود را به اشتراک میگذارد. او از دولت میخواهد که مجوز استفاده از محصولات آنها را به عنوان جایگزینی برای زندانها صادر کند. به گفته سم، زندانیان سالها در داخل سر خود در این برنامه گیر میافتند، در حالی که تنها یک دقیقه در زمان واقعی میگذرد و از شلوغی بیش از حد زندانها کاسته میشود. اما رن قاطعانه این پیشنهاد را رد میکند و میگوید که این پیشنهاد قابل اجرا نیست. با دنبال این از ساختمان خارج میشود و با دنی روبرو میشود. این دو پس از مدتها دوری با هم ملاقات میکنند و تصمیم میگیرند مدتی را خصوصی با هم بگذرانند. بعد رن به او اجازه میدهد تا تجربه اسنوبورد را در ادرلایف امتحان کند که او کاملا از آن لذت میبرد. بعد رن سر کار باز میگردد، در حالی که دنی قطره چشم دیگری را میگیرد و دوباره آن را امتحان میکند، غافل از این که این قطره آزمایشی است که رن برای جرد طراحی کرده. این باعث می شود او از تشنج‌های شدید رنج ببرد و وقتی رن متوجه این موضوع می شود بلافاصله با پلیس تماس می گیرد. اما متاسفانه دنی نمی تواند زنده بماند. در صحنه بعدی زمانی که سم متوجه ماجرا می شود با رن روبرو می شود و با عصبانیت از او درباره تجربه‌ای که باعث مرگ دنی شد سوال می کند. به نظر می رسد که تمام تجربیات بجز آن تجربه کاملا آزمایش و تایید شدند. این موضوع باعث واکنش شدید رسانه‌ها شده و مسئولان در آستانه تعطیلی این شرکت هستند. اما سم به این راحتی اجازه نمیدهد این اتفاق بیفتد. او با استفاده از نفوذ و ثروتش قراردادی را منعقد میکند که در آن دولت موافقت میکند همه اتهامات را کنار بگذارد و در ازای آن رن باید یک سال را در سلول انفرادی در ادرلایف بگذراند. وقتی رن از این موضوع با خبر میشود، از اینکه سم از پشت به او خنجر زده و این ایده را تجاری کرده عصبانی میشود، اما به خاطر شرکت آنها او موافقت میکند که بخشی از آن باشد. بعد همه آنها با اتاق آزمایش می روند، جایی که بایرون قطره چشم را برای رن تجویز می کند. در ثانیه بعد او خود را در اتاق کوچکی می بیند که شامل نیازهای اولیه زندگی از جمله آب، کنسرو تن ماهی، تشک خواب، تبلت، خودکار و توالت است. رن وقت خود را با ورزش، خوردن و یادداشت برداری در تبلت خود می گذراند. اتاقی که در آن محبوس است همچنین دارای صفحه نمایش تعداد روزهایی است که او در آنجا گذرانده است. رن در چند روز اول افسرده است و دنی و برادرش را از گذشته به یاد می آورد. اما با گذشت هر روز امیدوار می شود که بتواند برادرش را با استفاده از کدهای بهتر بازگرداند. سرانجام یک سال می گذرد و رن انتظار دارد به دنیای واقعی بازگردد. اما هنگامی که شمارنده زندان بدون اینکه او را آزاد کنند به 001 می رسد از هم می پاشد. این زمانی است که رن متوجه می شود که کد خروجی ناموفق بوده و باعث وحشت او می شود. فریاد می زند و با عصبانیت اشیاء اطرافش را می شکند. مدتی بعد او شکافی را در داخل دریچه کشف می کند که برای بیرون آمدن از آن جدا می کند. هنگامی که از اتاق حبس خارج می شود با یک فضای ذخیره سازی آب و غذا و همچنین یک اتاق نظارت که از آنجا تحت نظر بود مواجه می شود. این باعث می شود که متوجه شود که در تمام این مدت در یک سلول دنیای واقعی زندانی بوده. درست در همان زمان نگهبانی به سمت او می آید، اما رن دیگر نمی خواهد در سلول بماند. از این رو یک ماشین را دزدیده و از منطقه فرار می کند. در فضای بیرون متوجه یک جاده شلوغ با تبلیغات ادرلایف در همه جا می شود. با نگرانی به سمت محل کارش می رود، اما متوجه می شود که خالی است. بعد به ایستگاه پلیس می رود، جایی که افسر به طرز تکان دهنده فاش می کند که ثبت شده که رن در یک سال گذشته در ایتالیا زندگی می کند. با شنیدن این حرف رن سعی می کند توضیح دهد که یکی از بنیانگذاران ادرلایف است و در سال گذشته در سلولی اسیر بوده. اما وقتی آنها برای بررسی سلول می روند، سلول از قبل ناپدید شده. این باعث می شود پلیس در مورد داستان او مشکوک شود و با سادگی از او می خواهند که به خانه برود. رن که احساس می کند گم شده و مطمئن نیست که به چه کسی اعتماد کند، به آپارتمانی که قبلا در آن زندگی می کرد می رود. اما شخص دیگری را پیدا می کند که در آنجا زندگی می کند. مدت کوتاهی بعد سم ظاهر می شود و به او پیشنهاد می کند که او را به جای امن ببرد. اما رن که دیگر او را باور نمی کند از آنجا فرار می کند. بعد به همکار قابل اعتماد خود پناه می برد، کس که به او اجازه ورود می دهد و برایش غذا می دهد. پس از مدتی کس فاش می کند که همه تصور می کردند رن سهمش را از ادرلایف گرفته و به ایتالیا رفته. این ظاهرا شایعی بود که سم پخش کرده بود تا هیچ شکی برانگیخته نشود. در این مرحله هضم همه اینها برایش دشوار است، اما کس بالاخره به او خبرهای خوبی می دهد و فاش می کند که دنی در حقیقت زنده است. او هرگز نمرده بود، چون یک هفته پس از زندانی شدن رن پزشکان موفق به احیای او شدند. در آن شب این زوج سرانجام دوباره به هم می رسند و قول می دهند که دیگر هرگز یکدیگر را ترک نکنند.
بعدن این سه نفر به رستورانی میروند و در آنجا درباره رویدادهای سال گذشته بحث میکنند. رن متوجه میشود که اندرلایف به یک موفقیت بزرگ تبدیل شده و در حال حاضر برای اهداف مختلفی از جمله حبسهای طولانی مدت استفاده میشود. بعد تصمیم میگیرد تا با عمق آنچه اتفاق افتاده است بپردازد و دنی پیشنهاد میکند که به رسانه ها برود و کارهای سم را افشا کند. اما رن میگوید که هیچ مدرکی علیه او ندارد. در صحنه بعد با استفاده از کارت شناسایی کس، رن و دنی مخفیانه وارد ساختمان اترلایف می شوند و شروع به جستجوی داده های قبلی رن می کنند. در داخل آنها با بایرن روبرو می شوند که مشخص می شود او هم یکی از توطئه کنندگان با سم بود. دنی بلا فاصله او را مهار می کند و به رن اجازه می دهد تا داده ها را جستجو کند. مدت کوتاهی بعد رن می تواند محل هاردسک ها را پیدا کند، اما در این زمان بایرن قبلا به امنیت هشدار داده. این دو به نحوی موفق به فرار از صحنه شده و سوار یک ماشین می شوند. در طول راه رن فاش می کند که برای تهیه مواد شیمیایی به پرینتر نیاز دارد، اما از آنجایی که تمام دفاتر اترلایف در شهر در حالت آماده باش هستند نمی توانند به آنجا بروند. ناگهان به یاد می آورد که یکی را در خانه پدرش در جنگل نگه داشته، پس به سرعت به آنجا می روند. به محض رسیدن خانه را خالی می بینند و رن دست به کار می شود و تمام شب را در تلاش برای تهیه مواد شیمیایی می گذراند و در این راه به خواب می رود. روز بعد پدر رن به خانه برمیگردد و رن همه چیز را به او می گوید. اما این بار پیرمرد حاضر می شود او را حمایت کند. حالا با انگیزه جدید رن دست به کار می شود و زمان زیادی نمی گیرد که یک نمونه اولیه جدید و پیشرفته تر از اترلایف را ایجاد کند. بدون اتلاف وقت به بیمارستان می رود و آن را به برادرش می دهد. در کمال تعجب مواد شیمیایی کار می کند و جرد از خواب بیدار می شود و رن را بسیار خوشحال می کند. اما شادی او کوتاه است چون برادر بیچاره ناگهان شروع به تشنج می کند. وقتی اوضاع بدتر می شود رن مضطرب برق را می کشد و در نهایت اجازه می دهد برادرش با آرامش از دنیا برود. درست زمانی که به نظر می رسد دراما به پایان رسیده، رن شروع به تجربه خاطرات تکه تکه شده از اتاق آزمایش می کند که چند نفر فریاد می زنند و بایرن از او می خواهد که بیدار شود. شخص می شود که فرار فرضی او از زندان بخشی از یک نقص اترلایف در طول یک سال زندان او بود. و این معنی که تمام تجربیات او پس از حبس هم بخشی از یک تجربه تعاملی اترلایف بود، نه زندگی واقعی. حالا رن خود را تنها در ساحل می‌بیند و داخل آب می‌رود و اجازه می‌دهد امواج او را بشورند. آب به تصاویر کالیدوسکوپیک تبدیل می‌شود و او ناگهان در اتاق آزمایش از خواب بیدار می‌شود. پس از پشت سر گذاشتن همه اینها، رن قبل از رفتن به کابین سم کمی زمان می‌برد تا خود را آرام کند. بعد اعلام می‌کند که از شرکت فاصله بگیرد تا روی تحقیق و توسعه تمرکز کند. شرکت را به سم واگذار خواهد کرد، اما حق ثبت اختراع را حفظ خواهد کرد. بعد از اینکه رن در مراسم تشییع جنازه دنی شرکت می‌کند، ناگهان از سم تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد که برای دیدن چیز مهمی به اتاق آزمایش بیاید. وقتی آنجا می‌رسد، سم و بایرن را در حال بررسی تجربه او می‌بیند. بایرن به بخشی از اسکن مغز او اشاره می‌کند که با تجربه تعاملی او مطابقت دارد. و میگوید که او به طور معجزه‌آسایی توانسته بود از زندان مجازی فرار کند و این میتواند یک پیشرفت بزرگ برای برنامه‌های آینده آنها باشد. سم از او میخواهد که در آزمایش دیگری شرکت کند تا نتایج قطعی‌تری پیدا کند، اما وقتی رن امتناع میکند ناگهان ماده شیمیایی را در چشمان او تزریق میکند و او را مجبور میکند وارد همان سلول شود. بایرن با اکراه او را همراهی میکند وقتی سم میگوید که این تنها راه برای وادار کردن کمک رن است. در دنیای دیگر رن موفق می شود خود را آرام کند و به شبیه سازی اجازه می دهد سریع‌تر اجرا شود و بی نهایت دور بزند. بعد بلا فاصله به تنهایی در دنیای واقعی از خواب بیدار می شود و از این رو دوباره زندان مجازی را شکست می دهد. با این حال رن این بار عصبانی است و قرار نیست اجازه دهد همه چیز به این راحتی تمام شود. او ماده شیمیایی را از چشمانش پاک می کند و به سرعت آن را در چشمان سم می زند و او را در حبس ابد یک ساله خودش به دام می اندازد. برنامه با مشکلی مواجه می شود که زندگی او را به خطر می اندازد، اما رن اجازه نمی دهد سم فرار کند تا زمانی که 365 روز کامل بگذرد. وقتی شمارش معکوس به صفر می رسد، حتی برای چند روز اضافی منتظر می ماند تا عذاب بیشتری را تجربه کند. پس از بهبودی سم، رن او را رها می کند تا روی صندلی گریه کند. فیلم در حالی به پایان می رسد که او و پدرش به بیمارستان می روند و با گریه دستگاه لایف سپورت جرت را قطع می کند. بعد رن به همان ساحل می رود و اقیانوس را تماشا می کند و خاطرات خوبی را که با برادر مرحومش سپری کرده است به یاد می آورد.